سلام شاگردای عزیز امید که همگی شما دارای صحت باشین درس روز گذشته را فرا گرفته باشین کار خانگی انجام داده باشین و به با درس جدید آمادگی داشته باشین درس جدید ما شما البته موضوعی است که شما باید قلم کتاب کتابچه و بکس هندسی با خود داشته باشین قبل از اینکه به درس جدید ما شما بپردازیم یک مرتبه درس گذشته را ما شما مرور میکنیم شاگردای عزیز درس گذشته ما شما مجموعه خارجی یک مزله بود که مجموعی زوایای هر مزله 360 درجه بود که به اعضا ارتباط نداشت یعنی مثلث مربع پنجزولی و بالاخره انزولی همگیشان مجموعی زوایای خارجیشان 360 درجه حالا میپردازیم به درس جدید درس جدید ما عنوان نوشته نکردیم شاگرد عزیز به خاطر یک شما مشترکن عنوان درس ما شما البته مشترکن بکشیم ببینیم که تحت چه عنوان ما شما درس پیش میبریم ببینید شاگرد عزیز شما در دست ما چند دانه بشقاب می بینید ولی شما حتما یکی را می اما در حالی که یک دانه نیست دو دانه است چرا اردوش دیدن نمی تنی ولی به خاطر از اینکه اردوش منطبق بودن یعنی یا انطباق پذیر بودن بسیار خوب دیگر می بینید شاگرد عزیز شما چند دانه قاشق می بینید حتما یک دانه را می بله، در حالی که در این جهان دو دانه قاشق است به خاطر شما هر دو قاشق اجزه نمیتانین که یکی بالای دیگه منطبق هست خب در این دو مسئله ببینین شماله. چند مسئله هسته میبینین؟ ادمان در هر دو میبینین به خاطر کنارهای مسئله خارج شده پس دو تا به این خاطر دیده میشن که یا انتباق پذیر نیستن پس آن ما انوان درس ها نوشته میکنم شاگرده عزیز که اشکال انتباق پذیر اشکال انتباه پذیر بسیار خوب در این درسی که ما شما ارائه می کنیم شاگرد عزیز دو هدف ما شما داریم یکی که شما اشکال انتباق پذیر بشناسین و دومی که استعمال شد در زندگی روزمره باید شما درک کنیم آن ما شما برای شما یک مثال کتاب شما تر شده من این مثال برای شما پیشکش میکنم شما جوابش بگیرین برای اشکال انتباق پذیر همانطور که می دانید اکثر قفل ها دارای دو یا سه کلیدند چرا این کلیدها ها با همدیگر دیگر چه رابطه دارند که قفل را باز می کنند آیا در جواب های سه جواب صحیح وجود, دخ... وجود دارد وجود دارد ببینید الف زیرا این کلیدها ها دارای عین رنگند ب پ زیرا دارای عین دندانه ها اند ت زیرا دارای عین زخامت اند جیم ب پ و ت درستند کدام جزء مش در عزیز درست است؟ بله بسیار خوب یعنی جزء جیم درست است به خاطر ازی که کلیت ها وقتی که باز میشن او به رنگ ارتباط نداره رنگ آبیان باشه رنگ سرخان باشه اما چیزی که کسی سه کلید انتباق پذیر است یعنی هر ازی دارای عین زخامت عین دندان عین طول هستند بسیار خوب شاگرد عزیز سوال مرا جواب گفتین به خاطر موضوع مردور بهتر در کنین. زندگی زندگیش در استعمال روزمره انسان ها بدانین ببینین ما برای شما یک دو تصویره که نشان میتم در این تصویر شاگرده دست راست شما شیشه ها را میبینین که در اینجا چند دانگی وجود داره یک دو سه چار دانگی وجود داره هر دانگی شش دانه شیشه داره هر شش شیشه طول و عرضشان با هم کاملا مساوی است یعنی ایا با هم انتباق پذیر هستند حال وقتی که انتباق پذیر است وقتی که ما شما شیشه بخریم یک اندازه میگیریم مطابق حساب میکنیم 24 دانه شیشه زر 24 میکنیم میریم پیش شیشه فروش میگه مدی نمی شیشه که اندازه بر ما 24 دانه بکنیم ببینید چقدر استفاده معقول و بجاست که و انتباق پذیر بود ما شما بفهمیم یا به شک تصویر دست چپ ببینید در اینجا ببینید پله های زینه تمام پله ها با هم انتباق پذیر است یعنی دالای است اگر ما شما را کاشی بگیریم پس یک زینه را اندازه میکنیم کاشیشه بالاخره میبینیم چند دانه پله وجود داره ضربش میکنیم میریم از کاشی فروش کاشی می میخریم پس میبینیم که بسیار در در زندگی انسان ها بسیار نقش اساسی داره و خواستن کسایی که شما شاگرد میخواین در آینده انجینیر شوید باید هندسه را باید فرا بگیریم بسیار خوب حالا تعریف میکنیم عزیزا تعریف مزلات انطباق پذیره دو مزاله از زمانی با هم انتباق پذیر هستند که تمام اعضا و زوایایشان با هم مساوی باشد. ببینید در این شکل این شکل مثلث می می‌بینید یک اشاره 4 سانتی یک اشاره 4 سانتی دو زولش و دیگه زل سی یک اشاره 3 است مثلث با اینو با عین انداز است پس این دو مثلث با هم چی هستند انتباق پذیر است این مستطیل در نظر میگیریم این مستطیل با این مستطیل تمام اعضایشان با هم مساوی است زوایایشان هم قائم است پس دو هم با هم انتباق پذیر است و این مثلث سبز به رنگ سبز شما میبینید این هم تمام اعضا و زوایشان با هم مساوی پس بنان به این نتیجه میرسیم که مزلعاتی که دارای از لای مساوی و زوایای مساوی باشند انطباق پذیر هستند بسیار خوب ایران فهمیدین عزیزا الان ما شما یک, فا... یک فعالیت داریم این فعالیت البته مربوط به شما میشه عزیزا به خاطر اینکه ما بر شما راهنمایی میکنم و شما این فعالیت با خود انجام میدین فعالیت یک مربع روی کاغذ رسم نموده که از دلیان متر سانتیمتر باشد نام آن را الف بگذارید یک مربع دیگر روی کاغذ رسم کنید که از 6 شش سانتیمتر باشد نام آن را بی بگذارید یک مربع دیگر نیز روی کاغذ رسم کنید که از دلیان چار سانتیمتر باشد نام آن را پی بگذارید این مربع ها را قیچی کرده و دو به با دو بالای هم دیگر گذاشته و با هم مقایسه کنید ببینید شاگرد عزیز چه بسیار ساده است فعالیت شما وقتی که قیچی کنید ببینید با کدام یک از این منطبق میشه تعویض که 4 سانتی متر با 4 سانتی متر منطبق میشه با 6 سانتی متر نمیشه این فعالیت مربوط به شما شما انجام بده خب دخترا و بچهای خوب حالا یک مثال هم امرای شما کار میکنم به خاطر شما بهتر بفهمید فامینیم موضوع را ببینید مثلا شما فقط در این مثال برام بگویند که در اشکال زیر اشکال را با هم انطباق پذیرند مشخص کنید شما دخترها و بچه های عزیز به این بگوید کدام یک انتباق پذیر است کدام یکش نیست یعنی طرف چپ شما ببینید جزء ای این دو تصویر گفته یعنی ای دو, دو شکله که با هم انتباق پذیر است یعنی و جزء بی را هم ای دو مستطیل بر شما گفته کدام یکش دخترا و بچه های عزیز انتباق پذیر است شکل ای شکل ای بسیار خوب بخاطری که هر دویش مربع است چهار چهار سانتی متر اندازه است و هم قائم است اما جزء بی چرا نیست جذبی به خاطر از اینکه از لا و از زوایایشان مساوی است اما اعضاشان با هم چه داره فرق داره بسیار خوب حالا مثال دوم می بینیم مثال دوم یک مستطیل کیفی رسم کنید و سپس بگویید چگونه می یک مستطیل دیگری که با مستطیل اولی انطباق پذیر باشد رسم کرد این را شما ما کار میکنم ببینید این مثال ما با شما دخترها و بچه‌ها کار میکنم ببینید من یک مستطیل کیفی رسم میکنم. مستطیل کیفی وقتی که رسم میکنم ایچ اندازش یعنی در نظر نمیگیرم فقط یک مستطیل کیفی را به شکل رسم میکنم به این شکل کیفی باشه یعنی ایچ اندازگیری نمیکنم خوب متوجه باشه عزیزا که باید دقیق رسم شوه بسیار خوب یعنی مستطیل من نوشته می کنم مستطیل A B C و D آل شاگرده عزیز ببینید شما که نمی مستطیل وقتی که ما کیفی رسم کردیم شما چطور می توانید مستطیل که با این انتباق پذیر باشه شما رسم کنید بسیار خوب وقتی که ما می خواهیم با این انتباق پذیر باشه البته باید ما شما دایره کش داشته باشیم که توسط دی اندازه گیری کنیم و اگر نباشه باید خطکش داشته باشیم پور اندازه کنیم اما چون کیفیت بهتر از توسط دایره کش ما شما ایر رسم کنیم ببینید آره من نوشته میکنم کنم خاطر دیگه رسم کرده باشم اول ما به شکل بخاطر از یک زاویش قایمه باشه اگر رسم میکشم ببینید به این ترتیب خب بخاطر از اینکه شما نگوین که از مرای زورخ رسم کردین امرای خطکش رسم میکنم ببینید. این ترتیب و آل گونیا را میگیرم به خاطر یک زاویش قایمه بیایه از این طرف یک زاویه قایمه رسم میکنم یا از این طرف یا از این طرف پروانه نمیکنه خوب متوجه باشین عزیزا که باید شما هم مثل از این یاد بگیرین که هر شکل دادن برای شما بگین که انتباق پذیر است بسیار خوب آل چی میکنم؟ آل دایرکش هم میگیرم امیز زالی که به حساب ما شما داریم ای بیر میکنم اینه به ای ترتیب بسیار ساده است دخترها و بچه های عزیز بسیار ساده است ببینین اینه به این اندازه در این جمع یک کنار دایره کشم میمانم و در اینجا چی میکنیم ببینین و تصادفا بسیار با هم مساوی آمده اون قسمتکش که در خلز زیادی میکنه ببینین اینجا پاک میکنم به این ترتیب حال ایزول اندازه میکنم باش که خوب دقیق بیای عزیزا اینه بسیار خوب حالا میارم در اینجا و ایرا هم نشانی میکنم اینه به این اندازه خب وقتی که را نشانی کنم متباقی دیگر میکنم هم و حالا چی میکنم که وقتی که از آنجا مای عمود رسم کنم این اندازه دیگه مشکل ما رفع میباشن و میتونیم و شما پذیر رسم کنیم ببینید از این عمود باز وقتی که عمود رسم کردم تا طرف پایین آل ای اندازه را میگیرم که چی اندازه است دوباره جدا می کنم اینه بسیار خوب به این ترتیب نشانی می کنم در این جگه اینه و بعد ای را پاک می کنم چی می کنم؟ فقط این باید با این رسم میکنم طوری که عمود باشن ببینید عزیزا این بینی ترتیب ببین عزیزا وقتی که ما این مستطیل A, B, C, D رسم کردم به خاطر از اینکه کی کیفی بود یعنی من اندازه نکردم اما به خاطر از اینکه مستطیل دومی را که انطباق پذیر باید باشه من رسم کنم ما شما گفتیم که اندازه های از را گرفتیم به این ترتیب در اینجا جدا کردیم این اندازه را گرفتیم زل بی سی را و تدوین جدا کردیم و از دور رسم کردیم وقتی که از دور رسم کردیم مستطیلی به وجود آمد که عبارت از ای زبر، بی زبر، سی زبر و دی زبر یعنی زوای از لا از یعنی ای بی مسایی به ای زبر بی زبر بود و ای دی مسایی به ای زبر دی زبر یعنی خلاصه که تمام از و زوای ازی با هم مساوی است پس بنان این دو مستطیل با هم چی هستن؟ انتباق پذیر است یعنی تو نوشته میکنم در اینجا که ای بی مساوی با ای زبر بی زبر و بعد بی سی مساوی بود با بی زبر سی زبر و به این ترتیب دیگه از لایش عزیزا خب آن زوایش هم زاویه A, B, C, D, A زبر, B زبر, C زبر, D زبر شما دیدین که متوسط گنیا یعنی قایمه رسم کردم تمام زوایش 90 درجه است پس در نتیجه مستطیل A, B, C, D اینمی e انتباق پذیر است با سه با ببخشین مستطیل A زبر, B زبر, C زبر و D زبر یعنی ای بود مثالی که ما شما کار کردم که یعنی ما شما میتونیم یک شکل با شکل دیگه چه قسمی پذیر رسم کنیم ما شما مستطیل میتونیم به این شکل مسلس هم میتونیم پنزولی و بالاخره انزولی را بسیار خوب میرسیم با حلی مثال به پایان درس و درس یک مرتبه برای شما ما چی میکنم خلاصه میگم. دخترها با چیز ما شما گفتیم که اشکال انتباق پذیر گفتیم که مزلعات با هم انتباق پذیر هستند که تمام از و با هم مساوی باشه مثل یک دهی رسم شما میبینین یک شجدولی طرف چپ که به رنگ نارنجی است و دیگه به رنگ جگری است هر دور شما میبینین که یعنی A, B, C, D, E, F اینی مزلع با مزلع دیگه G, H, I, J, K, L اینا ببینین تمام از با هم مساید و زوایه شانو اینمی دو مزاله که شجزولی هستن با هم چی هستن انتباق پذیر است اون پایان نوشته کردیم که مزله A, B, C, D, e, F انتباق پذیر است با G, H, I, J, K, L. درست؟ بسیار خوب ای بود خلاصه درس به خاطر شما تمرین بیشتر کرده باشین کار خانگی رو ما برای شما پیشکش میکنیم. ببینین کار خانگی شما مربوط به صفحه 138 کتاب شماست که دارای سه سوال است سوال اول دو مربع که با هم انتباق پذیر باشند رسم کنید که پیشتر را بر شما مستطیل رسم کردم دو دو مثلث پذیر را رسم کنید و سه یک دایره به شای چار سانتیمتر رسم کرده و سپس یک دایره دیگر ترسیم کنید که با دایره اولی انتباق پذیر باشد یعنی در شما سه شکل انتباق پذیر رسم میکنید اول مربع باشه، مثلث باشه و دایره باشه بسیار خوب بسیار درس ساده بود امید شما فرا گرفته باشین ای بود درس امروز ما تا درس بعدی که ما خدمت شما حاضر میشیم همگی شما رو به الله پاک